با درود خدمت دوستان گرامی، من فرهاد کاشانی هستم و این برنامه راجع به کتاب خوندن یا کلاً مطالعه است. از نظر من کتاب خوندن فقط کتاب نیست. اولا الان که یوتیوب اضافه شده، بسیاری از معلوماتی رو که شما میتونید تو کتاب بخونید الان تو یوتیوب هم میتونید پیدا کنید، حتی بهتر، چون از طریق چشم و بصری هم میبینید و مثالاش رو میبینید و همون کار کتاب انجام میده. بعدم که من کلن روزنامه و مجلجات رو هم میذارم در کنار کتاب، یعنی خوندن فقط این نیست که کتاب میخوندید، هر کدوم از اینا رو بخونید، روزنامه بخونید، کتاب بخونید و یا ویدیو مثلا یوتیوب مانند رو تماشا کنید، معلوماتتون اضافه میشه. حتی روزنامه‌ای که متهم به یه سیستم، مثلا روزنامه مال دولت جمهوری اسلامی یا مال دولت شاهنشاهیه، اونا رو هم با توجه به این که بدونید صاحبش کیه و چه نظراتی داره، وقتی میخونید کافیه که همه چیز رو، اگه مثبت میگه شما میفهمید منفیه، اگه منفی میگه میفهمید که مثبته. بنابراین من با این چیزی که دوستان بعضی وقت میگن نه آقا روزنامه نباید خوند چون روزنامه مثلا مال این گروهه یا مال اون گروهه، من اینا رو تنبلی میدونم، یه بهانه‌ای برای اینکه کسی چیزی نخونه این کارو بکنه. من در تمام زمان شاه تمام روزنامه‌هایی که خب همه‌شون هم تحت نظر دولت و ساواک بود می‌خوندم، منتها بلد بودم که چجوری وسطش بتونم راهمو پیدا کنم و بفهم کدوم آگهی تبلیغاتیه، کدوم حقیقته و کدومش دروغه. اینی که در این سیستم هم حتی اگه روزنامه جمهوری اسلامی، روزنامه سپاه پاسداران هم باشه، دستم خالی باشه، هیچ چی دیگه نباشه، اونو میخونم، برای که تو همون با برعکس کردنش میتونید خبر رو بخونید و بفهمید که چی شد. حالا در مورد این که فرض کنید تو یه بچه 10 ساله دارید، پسر یا دختر، میخواید بهش بگید که چی رو بخونه، اصلا خیلی عاشق خوندن هست یا اگرم نیست عاشقش میکنید، حالا میخواید بگید چی بخونه. فرض بکنید یه بچه‌ای از 10 سالگی دیگه میتونه خوب نوشتن و خوندن نوشتنش خوب شده، میخواد که بخونه و 10 سال هم میخواد بخونه، یعنی تا 20 سالگی میخواد مغزش رو شکل بده که چی یاد بگیره و چی یاد نگیره. شما فرض کنید که در این 10 سال قراره 100 تا کتاب بخونه، 100 تا میشه سالی 10 تا، ماهی یه دونه هم نمیشه، به نظر من عدد بسیار منطقیه، اگه کم نباشه زیاد نیست. حالا میخواید به این بچه بگید که تو 100 تا کتاب چیا رو بخون. اگر این بچه 100 تا کتاب در رشته شیمی بخونه، حتما جایزه نوبل شیمی رو خواهد برد. اگر در مورد فیزیک بخونه، جایزه نوبل فیزیک رو خواهد برد. اگر همش کتابای مذهبی بخونه، امام حسن و حسین و نام جنگ کربلا و فلان، یه آخون میشه، آخرش میشه مثل مجتهد همون که الان دیدید در اون حد، یعنی آدم مذهبی میشه. اگه در این مدت راجب کمونیسم از دید کمونیسم بخونه، آخرش بچه کمونیست میشه، همه چیز توش تعریف شده، کمونیست‌ها در کمال مساوات دارن زندگی میکنن، چقدر عالیه، بین شهرستان و شهر اصلی هیچ فرقی نیست، هیچ کدومشون پارتی نمیرن، همشون بدبخت، یه جور مساوی بدبختن، حتی تو اون کتاب بینیستن همه خوشبخت. اگه کمونیست رو از دید کاپیتالیست خوندید، از دید کمونیست خوندید، اون یه دید دیگه به شما میده، پس اون رو بذاریم فعلا کنار. ما داریم از همون دیدی که کتاب کمونیست از دید یک کمونیست چی میگه. اگه برید کتاب کاپیتالیستی بخونید که میگه آقا سیستم کاپیتالیستی اصلا بهشت و عدالت و همه چی دارن و فلان، و میشید یه آدم کاپیتالیست که از اون بره قضیه خبر نداره. من کلن طرفدار اطلاعات عمومی هستم. یعنی چی؟ یعنی اگر مثلا این 10 تا رو بخواد بخونه این بچه، یعنی سالی 10 تا رو بخونه، مثلا فرض کنید دوتاش مذهبی باشه، دوتاش کتاب کمونیست از دید کمونیست باشه، دوتاش کاپیتالیست از دید کاپیتالیست باشه، دوتاش کاپیتالیست از دید کمونیست باشه، دوتاش کمونیست از دید کاپیتالیست باشه، یعنی انتقادارم بخونه، دوتاش کتاب تاریخ باشه، بعد سال دیگه بیوگرافی چند نفر آدمی که قبول داره میگه آدم های خوبی هستن، بیوگرافی اونا رو هم بخونه. یه همچین چیزی یه آدم رو به نظر من خیلی بالانس میکنه. من در تمام زندگیم من اینجوری درس خوندم یا کتاب خوندم، برای اینکه من میدیدم هم اتاقهایی داشتم
که کتاب زیاد میخوندن، از من کمتر، حتی از من بیشتر میخوندن، ولی بعدش که فقط اینجوری در یک رشته. به این میگن دید تونلی یا تانل ویژن، یعنی آدم اینجوری میشه، فقط یه چیزو میفهمه، چیزای اطرافشو نمیفهمه. بنده اگر میخواستم فقط برم کتاب کمونیستی بخونم از دید کمونیست، خب طبعا فکر میکردم عجب سیستم عالی مساوات است، همه برابرن. اینکه دوستان اخیراً زدود که آقا وقتی شما تهران مثلا خوشبخت بودی پارتی میرفتی شهرستان و یا دهات این خبرها بود، همین دیدی است که باعث انقلاب شد که آقا چرا ما تو شهرستان اینو نداریم اینا تو تهران دارن. خب دو راه داره، وقتی که یه عده تو یعنی سیستم و دو تا سیستم جهان رو بگیرید، حالا دو تا حد نهایتش رو، تو کاپیتالیستیه یکی داری مثل ایلان ماسک که اینقدر پول داره نمیدونه چند تا بچه درست کنه که اینا هر کدوم بهشون 20 میلیارد هم بده بازم بیشتر لازم داره بچه، یکی هم میبینی نون شبشو نداره بخوره. ولی مینیمومش اینه که شرایطی مهیاست که اگر یه ایلان ماسک دیگه به وجود بیاد با ابتکار و عمل با چیز اینا میتونه دوباره یه ایلان ماسک دیگه بشه، یه جف بزوز دیگه بشه. یا میتونید روش کمونیستا رو در نظر بگیرید که میگه آقا چون ما نمیتونیم همه رو پولدار کنیم پس همه رو گدا میکنیم، ولی همه مساوی هستند. در کشور شوروی 99% مساوی بودن و گدا بودن، از کسایی که رفته بودن اونجا دیده بودن من صحبت میکنم. هر چیزی رو به نظر من با نتیجهش باید در نظر گرفت. میخواد دین رو ببینید کدوم دین بهتره، ببینید نتیجه اون که دین اسلام بوده چند تا آدم موفق داره در هر رشته ای، چند تا آدم خوشحال داره، نمیدونم، هم همه رو با نتیجه میشه اندازه گرفت. در نتیجه مال کشور کمونیستی صفر، مزخرف، هیچ. ولی بعضیا کتابا رو میخوندن دلشون خوش بود که نه آقا مثلا اینا مساوات دارن بجاش، همه مساوی هم. بله همه مساوی هم ولی فقیرن، ولی یه درصدشون بسیار پولدار بودن، بسیار خوشبخت. در همون زمان کمونیستی شوروی آقای برژنف داشتیم که یکی از طولانی ترین زمانهایی داشت به جز استالین که صدر هیئت رئیسه بود. این آقای برژنف کلکشن ماشین داشت، 200 ماشین داشت. من رئیس جمهور امریکا هیچ کدومو نمی‌شناسم که 5 تا ماشین داشته بوده باشه. حتی بعد از اینکه رئیس جمهور شد اصلا اجازه ندارن رانندگی بکنن، همیشه باید با سیکرت سرویس و سرویس مخفی برن این ور اون ور. این آقا در سیستم کمونیستی 200 ماشین داشت. بنابراین این داستانی که بخواید مساوات، چون تو سیستم‌های مساواتی نمیتونن گداها رو پولدار کنن، چیکار میکنن؟ پولدارا رو گدا میکنن. اون کاری که در ایران هم شد، خب دلتون خوش شد قبل از انقلاب، یه سری بعضشون خوب بود یه سری کمتر، یعنی بسته به زحمتهاشون. طبقه متوسط بزرگی داشتیم، الان دیگه تقریبا همه گدا شدن به جز یه عده که از آخونده و اینا پول میبرن اختلاس میکنن، بقیه دیگه چه گدایان شدن. سوال اینه که میخواید مساوات اینجوری باشه که همه فقیر ولی مساوی باشن، یا نه یه عده‌ای بتونن بکشن خودشونو بالا و اون عده بالاخره بقیه رو میکشن بالا. اینو شما یه پتو فکر کنید رو زمین پهن کردید، اگه وسط پتو رو بگیرید بیارید بالا، تمام پتو میاد بالا، ولی هیچ کدوم به اندازه اونجا که انگشت شما هست بالا نخواهد اومد، از اون جلو نمیزنه، ولی همه پتو میاد بالا. تو سیستم کمونیستی همه با این پتو باشین، مخاطیش کم نهاد بره بالا. بنابراین این داستانی که باید انتخاب بکنید که کدوم، و به نظر من توصیه‌ام اینه که هیچ وقت از یه رشته تمام کتاب و فکر و ذکرتون رو نذارید، اون رو بذارید برای تخصصی. وقتی که علم کافی راجع به همه چیز پیدا کردی، حالا میگه آقا من میخوام بیشتر مدیریت تمرکز کنم، میرم کتابای مدیریتی میخونم. من کتابای زیاد مذهبی خوندم در دوران دبیرستان و دیگه دانشگاه نه، تو دوران دبیرستان حتی بحث‌های مذهبی با بقیه دعوا و مرافع که آقا مال ما از مال شما بهتره، خدای ما از خدای شما بهتره، به حال همه اونا رو می‌خوندم، یعنی هیچ چیزی رو استثنا نمی‌ذاشتم. ولی خب می‌شناختم، میگم کسایی که هم اتاق داشتم کمونیست بود، همیشه کتاب جلد شده کمونیستی دستش بود و این چیزا رو می‌خوند فقط در اون رشته. اینم بگم یه چیزی که چند باره می‌خوام بگم یادم رفته، زمان شاه، زمانی که شاه رفت کارتر رو ببینه، خب هر رئیس جمهور جدید میمد در آخر شاه آباد میرفت یه چیزی، یعنی همه رؤسای جهان دلشون میخواد به رئیس جمهور نمیکام یه عکس بگیرن، اینو به عنوان قدرت خودشون به همشهری های خودشون نشون بدن. ولی خب خیلی هاشون هیچ وقت این موقعیت رو پیدا نمیکنن، چون رئیس جمهور امریکا وقت نداره همه 195 کشور سازمان ملل رو ببینه و باشون عکس بگیره.
خیلی ها میان و میرن، اصلا چیزی خبردار نمیشه، ولی شاه ایران جز اون گروه نبود. وقتی میمد با احترامات کامل میمد، ولی دفعه ای که کارتر سر کار بود و شاه اومد، خواسته یا ناخواسته یک تظاهرات بزرگی به علیه شاه توسط ایرانیانی که دلار 7 تومانی رفته بودن امریکا مهندس بشن و دکتر بشن، به جای که قدردانی کنند، همگی در واشنگتن جمع شدن، تظاهراتی به علیه شاه کردن. سفارت ایران برای که اینو کنسل بکنه یه جوری، یه عده از شناخته شده ها رو که حالا میدونست طرفدار شاه هستن، اون موقع همه فکر میکنن اینا دروغ میگن اشتباه میکنن، ولی الان همه فکر میکنن که اینا درست میگفتن، اینا رو پول بلیتشون رو داد که بیان مثلا به نفع شاه تظاهرات کنن. ولی اگه اونا 7-8000 نفر بودن، فکر کنم اینا مثلا 100-200 نفر بیشتر نبودن. و همونجا بود که گاز اشک‌آوری رو هم در کردن، به چشم شاه و کارتر هم رفت. شاه هم اونجا با دستمال گاز خوش میکرد. این در واقع من فکر کنم روکم کنی کارتر به شاه بود که بگه ببینید تو زیاد نکنه، اینجا هیچ کی دوستت نداره. و این واقعا حیف بود که دانشجو ایرانی با دلار 7 تومانی که فکر میکرد حقشه، الان میفهمیم 7 تومن حقمون نبوده، 70 تومن هم حقمون نبوده، الان 7000 تومن هم نمیتونیم بخریم، باید 4 برابر 7000 تومن بخریم. اینا اومدن درس خوندن، بعد فوش دادن و شاه باید بره و ما باید ما چی کنیم و کمونیستی. جالبه که اینا بهترین مدل رو جلوشون داشتن، به جای که مدل شاه یا رضا شاه رو دنبال کنه، مدل استالین قاتل که 50 میلیون آدم رو کشته، اون مدلش بود. مدل ماو که از حماقت دستور داد که تمام گنجشکا رو باید توی چین بکشن، چون ایشون از گنجیش بدش میاد. میدونم هیچ کم جرات نکه بهش بگه گنجیش کارش چیه. وقتی رفتن همه رو کشتن، دیدن آقا کشاورزی داره ساقط میشه. چرا؟ ملخ زیاد شده. چرا ملخ زیاد شده؟ چون گنجیشکا دیگه نیستن ملخ ها رو بخورن. بعد تازه فهمیدن چه اشتباهی کردن. اونایی که یعنی فکر کنید آدمای با این حماقت رو ملت میرفتن که کتابشون رو میخوندن، کتاب رضا شاه خودشون رو برام رضا شاه چیکار کرد؟ الان میفهمیم چه مملکت آشغالی رو تحویل گرفت و چی رو تحویل داد. شاه چی رو تحویل داده گرفت و چی رو تحویل داد. اینی که مد شده بود که مثلا کتاب کمونیستی بخونی و خودت روشن فکر نشون بدی. واقعا میگم زمان شاه اگه می‌خواستی بری طرفداری شاه رو بکنی، یا توی مهمونی تا هر جا، یه کار عبث و بیهوده کرده بودی، برای اینکه فکر می‌کردن که حالا یا ساواکی هستی یا نمیدونم یه چیزی، خلاصه انگی بهت می‌زدن. ولی اگه کمونیست بودی روشن فکر بودی. اینجا باید یه کلمه رو بگم، معذرت میخوام زشته، ولی باید بگم از پسرعمه خودم منوچهر نوذری، به آدم روشنفکر فرانسویش میگن انتلکتوئل، انگلیسیش اینتלקچوال. منوچهر نوذری برای این یه اصطلاحی درست کرده بود در این جور افراد اینطوری، اگرچه عده‌ای از فامیل نزدیک خودش هم شامل این گروه میشدن، و اون کلمه بود انترکمونل به جای انتلکتوئل. واقعا عده‌ای در ایران در اون زمان به جای که انتلکتوئل باشن، اون یکیه بودن. خوب خوش باشید.